جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میزبان ضیافت عید فطر امسال بود. جان کری در این میهمانی خواستار تلاش و همکاری بین المللی به منظور جلوگیری از غلبه ایدئولوژی نفرت و نیز درک اعتماد و آشتی شد. سخنانی که ناشی از 4 حمله تروریستی اخیر در ماه رمضان بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه محل ضیافت عید فطر به میزبانی جان کری بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر پیام خود مبنی بر تلاش و همکاری جهانی برای پایان دادن به افراطگرایی خشونتبار را که در چند هفته اخیر در 4 کشور جهان روی داد تاکید کرد. حملاتی که تماماً در ماه رمضان روی داد و همه در ارتباط با گروه خودخوانده دولت اسلامی بود. هر خانواده که از هم پاشیده شده، هر کودکی که از دست رفته، هر آینده‌ای که توسط تروریسم نابود شده، باید موجب درد و اندوهی باشد که بر همه اثر بگذارد. به این دلیل ما باید در کنار یکدیگر بایستیم. مسلمان، غیر مسلمان، آمریکایی، زن، مرد، در سراسر جهان باید با این هدف مشترک در کنار یکدیگر بایستیم تا جهان را به آنگونه که می‌خواهیم بسازیم، تا حمله ها علیه انسان‌های بیگناه را محکوم کنیم و به خانواده‌های کسانی که به قتل رسیدند و زخمی شدند دلداری بدهیم و اطمینان حاصل کنیم که دکترین نفرت هرگز بر پیام درک آشتی و اعتماد غلبه نکند. آقای کری به پذیرش 10,000 پناهجوی سوری تا پایان ماه سپتامبر سال جاری در آمریکا اشاره کرد. پذیرش مهاجران سوری موجب انتقادهای به ویژه از حزب جمهوری‌خواه شده که نگران ورود ستیزجویانی هستند که ممکن است به نام پناهجو وارد ایالات متحده شوند. یگانه یرسپاران، صدای آمریکا.